مثلا منو میشنوین شما؟ بله حتما اینطوری ادامه بدیم. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این 14 روز از 8 ماه در 13 سال از 3 هزاره. همونطوری که خدمت عرض کرده بودم، ایام ماه مرداد است، ماه تحولات در حقیقت. در حقیقت هر موقع به ایران نگاه میکنی درش ماه تحولاته، اما امنیت مرداد به مناسبت اتفاقات عدیدهی است که در این ماه پیاپی اتفاق افتاده است. یکی از مهمترین وقایعی که در ماه مرداد اتفاق افتاده بعد از 14 مرداد روز مشروطه، اون در حقیقت به روایت آقای دکتر نوری‌علا پیروزی مشروع خواهان است در بر علیه مشروط خواهان، و به راستی پیدایش اون ماجرا در آبادان شکل گرفت و با فاجعه سینما رکس آبادان. من فکر کردم که از شخصیت مطلعی که کار روزنامه نگاری پیشش است و سال هاست به این کار مشغول است دعوت کنم، و چون خودش اهل آبادان هست شاید بتواند تصویری درست‌تر از وقایع سینما رکس برای ما بازگو کند. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم و شما خوبان علاقمندان سلام کنم با آقای رضا پیرامون در دانمارک. آقا من به شما سلام میکنم. آقای پیرامون درود بر شما جناب بیبانی و درود با عرض ادب خدمت تمام بینندگان شبکه میان در هر کجا که هستن تصویر و صدا ما رو میشنوند، در خدمتتون هستم جناب بیبانی. قربان. همونطور که عرض کردم دلم میخواد در مقدمه خود از تاریخ قدی پیشینه خودتون رو تعریف کنید و عرض کنم خدمتتون که من در سن 13 سالگی بود با کیهان بچه ها شروع به کار کردم. در سن 16 سالگی با مجله جوانان توسط آقای ره اعتمادی دعوت به کار شدم. در سن 22 سالگی خبرنگار سیار روزنامه اطلاعات بودم در خوزستان. در کنارش هم تحصیلات خودم در رابطه با متخصص سازمان بنادرت کشتیران ایران ادامه دادم. تا روزی که خارج شدم کار مسلکی در روزنامه داری خودم در کنار شغلی که داشتم از زندگی میکردم هم در آبادان ادامه داشتم تا زمان که ناچار شدم برخلاف میل باطنی کشور رو ترک کنم. عرضم بزرگ که ایران رو ترک کردید شما؟ من در سال 1984 و دلم میخواد که به عنوان یک کسی که اهل آبادانی و به قول معروف بچه آبادانی بولک برام بگید فضای آبادان رو در پیش از انقلاب و اینکه چرا آبادان رو انتخاب کردن این جانی و جنایتکارا، با توجه به اینکه به هر آبادان بعد از کنم خدمت جناب آقای بیبانی، ما باید برگردیم به سال 1291، یعنی در ساخت پالایشگاه آبادان، به زمانی که نفت در مسجد سلیمان به استخراج رسید، یعنی به نتیجه مثبت رسید، انگلیسی ها متوجه خوزستان شدند و به خصوص آبادان، و بزرگتری و مجسری پالایشگاه آبادان در سال 1291 ساخته شد. انگلیسی برای بهبود کارکنان صنعت نفت، متخصصینشون، کارگرانشون و تمام کسانی که در صنعت نفت پالایشگاه آبادان مشغول به کار بودن، امکانات رفاهی مدرن اروپایی، یعنی از ساختن خانه‌های سازمانی مدرن تا بیمارستان‌های مدرن، جاده‌ها، امکانات خدمات شهری، بهداشتی، دارویی، دکتر، همه اینا مجانا در آبادان توسط انگلیسی برای خانواده‌های شرکت نفت در اختیار شد. و در کنار این امکانات رفاهی و بهداشتی، کلیه امکانات تفریحی که برای کارگران و کارمندان متخصصین شرکت نفت در آبادان تأسیس شده، مانند باشگاه‌های مختلف بود. این امکانات باعث شد در رابطه با تغییر و تحولاتی که شرکت‌های خارجی در روند اندیشه و تفکر مردم آبادان داشتن، این بود که مردم آبادان نسبت به سایر شهرهای ایران از نظر اندیشه، از نظر روشنفکری در یک سطح بسیار بالایی بودن. و در کنار اینا بهترین امکانات آموزش و پرورش، یعنی تمام دبستانها و دبیرستانهایی که در آبادان تأسیس شده بود از استانداردهای بین‌المللی برخوردار بود، یعنی اینا توسط انگلیسی ساخته شده بود. و در کنار این تفریحها، انگلیسی تفریحهای دیگر مانند تبدیل قایقرانی، تنیس، اتومبیل‌رانی، چوگانبازی، اسبانی را در آبادان هم رواج دادن.
و این تغییر تحول و این تحصیل به دانشکده رفت آبادان یکی از مهمتری و بارستری بزرگتری دانشکده بود که در تحصیلات صنعت نفت تخصص داشت، یعنی آموزش میداد و رعایتاً این همه کارها و این خدمات باعث شد که مردم آبادان در رابطه با ساخت‌وساز و در رابطه با زندگی و سیستم و اندیشه و تفکر نسبت به شهرهای ایران یک سر و گردن بالاتر باشند. چون تمام امکانات اینا یک شهر اروپایی بود و معروف هم بود، جمعیتش در اون زمان نزدیک به 748,000 نفر فهمه می شد. این امکانات باعث شد که مردم آبادان اکثریتشون باستاباد بودن و به زبانهای مختلف به خاطر بودن شرکت‌های خارجی انگلیسی و آمریکایی در اونجا به زبانهای دیگر انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی یا عربی هم آشنا بشن. به همین دلیل بود که مردم آبادان و به خصوص نسل جوان تحصیل کرده آبادان هیچ نوع گرایش مذهبی یا تعصب مذهبی در آبادان وجود نداشت. به این دلیل بود که آبادان نسبت به جمعیتی که داشت به تهران بالاترین و بیشترین سینماها را داشت و کمترین مسجد داشت. مساجدی که در آبادان بود متعلق به دیوانیا بود، اصفهانیا بود، به تبریزیا بود که خوشبختانه همیشه با استقبال مردم روبرو نمیشد. استعداد عقیدتی در این مساجد در اوج تاسوعا و عاشورا شرکت میکردن و بر اساس این مسبود این مساجد تعدادی از روحانیونی که مثل آقای ناصر مکارمی شیرازی یا آیت الله خزعلی که بعدا اینا شدن آیت الله یا مثلا طاهری یا اصلا خدمت آقای رفسنجانی یا دقیقا آقای سرعلی خادمی اینا وقتی که به آبادان میادن در تاسوعا و عاشورا اینا شاهد بودن که با استقبال مردم روبرو نیستن. دقیقا اینا کاملا ماهیت افکار و اندیشه مردم آبادان رو میشناختن و اینا از این قسمت، این قسمتش مول به شرکت نفت بود. قسمت بازارش این بود که تمام امکانات لوکس و مدرن بازاری آبادان از کویت، کشور کویت وارد میکردن و سایر ایران صادر میکرد به شهرستان ها و این امکانات باعث شد جناب بیبانی که مردم آبادان در اوج سال 57 شهرهای مثل متاسفون مذهبی مثل قوم و مشهد و اصفهان و شیراز و تهران و تبریز در سال 57 این همه راه پیمایی میکردن، مردم آبادان بنا به شناختی که از جامعه روحانی داشتن به بنا به تفکر اندیشه بازی که داشتن باعث شد که نسبت به اون انقلاب یعنی اون حرکتی که مردم ایران میکردن بی تفاوت باشن و همین باعث بی تفاوتی باعث شد که کسانی که تردان این انقلاب بودن به این فکر بیفتن که اگر این پالایشگاه یعنی بزرگتری پالایشگاه آبادان که 700,000 بشکه نفت در روز تصویه میکرد و 60 محصول به بازار داخلی و خارجی صادر میکرد، اگر این پالایشگاه به اعتصاب کشیده نشه اون انقلاب روند خودش از دست خواهد داد و حکومت پادشاهی موفق خواهد شد یا ارتش موفق خواهد شد که مردم خاموش کنن. نهایتا طرحهایی که در رابطه با مردم شهر آبادان ریخته شده بود پایه و اساسش در اصفهان ریخته شده بود. در اصفهان یعنی در مجمع روحانیون اصفهان بود که در رأس اون آیت الله بعدها این شخص که الان من نامی دارم بعدها شد آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و در رابطه با این بود که افرادی که جوهر مذهبی داشتن در اصفهان مثل آقای تکبری زاده یا آقای لورقبا کارمند شرکت هواپیمای ملی ایران در فرودگاه آبادان و دو نفر دیگه که حضور زنده ندارم اینا دقیقا آموزش دیده بودن که برگردن در رابطه با مجمع روحانی و برگردن به آبادان، یعنی اون کاری که باید میکردن برای اعتصاب پالایشگاه آبادان که بتونن روند انقلاب رو تندتر کنن یا موتور انقلاب به یک کشتاری احتیاج داشت نهایتا آبادان انتخاب شد. آقای تکبری زاده در زندان بین هفت عهدآباد در یک گفتگوی نیمه شب 12 شب در کنار سروان حنیفه به من گفت من بازیگر این سناریو هستم و کاری که من کردم پشیمانم و من فکر نمی کردم همچه اتفاق بیفته. چرا؟ چون در اون شبی که این اتفاق قرار بود بیفته
من به همسرم و پرسندم تک فرزند من شما شهرکار بودم مواد گرفتم خرمشهر تک فرزند بودم با همسر من در سینمای بلیت براشون گرفتم بودم سینما رکس یعنی آخرین شب سانس سینمای فیلم گوزنا بود و من وقتی همسر رو بردم اونجا بردم سینما داخل با همسر زدم بعد از ده دقیقه اومدم پایی که دو تا ساندویچ بگیرم به اینا دوباره ببرم بالا لجن فیلم آنوس ما چون رو بهش میگیم آنوس بقیه میگن پیش پرده این آنوسی که نشون میداد فیلم کلیدی سیمون بود فیلم بسری بود و دفعه دوم که اومدم پایی که کار داشتم وقتی برگشتم گوزنا اسامی اعلام هنرپیشه داشت شروع میشه فیلم گوزنا دقیقا بعد از این جریان یه اتفاق بره مادر خانم من افتاد که برادر خانم من اومد و من گفت که مادر خانم مادرم در بیمارستان بستری تکه کرده و دقیقا خواهرش میخواست و بعد دوباره رفتم بالا و همسرم و فرزند من از سینما اومدم بیرون دقیقا رفت و برگشت من در روی نیم ساعت طول نکشید یعنی اومدن بیرون خارجی همسرم و فرزندم نیم ساعت طول نکشید که بعد در آقای اکبر بلیت فروش سینما رکس آبادان ازش پرسیدم چرا امشب شلوغه گفت چون شب آخرشه گفتم چقدر بلیت فروختی گفت 677 یعنی 677 نفر بلیت خریده بودن اون شب در سینما شاهد فیلم گوزنا بودن بعد در رابطه با این مسئله وقتی که من همسرم بودم خونه مستقر کردم در خونه برگشتم خواستم برم سرکار یه متوجه شدم دیدم آتش‌نشانی سازمان بنادر و کشتیرانی خرمشهر از کنار خیابون ما رد شد من تا راننده را دیدم فهمیدم اسم راننده آقای عبدالصادق بود راننده آتش‌نشانی خرمشهر بود من برای من تعجب آور بود که در آبادانی که 90 سال پیش یعنی همزمان با ساخت پالایشگاه آبادان بزرگترین سیستم آتش‌نشانی که در ایران وجود داشت در آبادان بود و اون انگلیسی درست کرده بودن برای من عجیب بود که چطور سازمان بدن به کشتیرانی از آتش‌نشانی در آبادان در استفاده میکنه بعد روی همین من خطی آتش‌نشانی ماشین اتومبیل گرفتم رفتم جلو متوجه شدم شهر شروع به بعد پرسیدم گفتم سینما رکس آتیش گرفته برای من عجیب بود رفت و برگشت من 45 دقیقه نشده بود این آبادان که انتخاب شده بود در رابطه با این مسئله آقای بیوانی و دقیقا وقتی که من رسیدم اونجا جمعیتی مملو جمعیتی بود در جلو سینما بری کسی گرد ازش بره داخل درد سینما دسته بود ولی زنجیر نزده بودن که بعد عوامل جمهوری اسلامی گفته بودن سواج این کار کرد یا حکومت پادشاهی این کار کرد ولی تعداد از مامورین شهربانی در اونجا ایستاده بودن نمیذاشتن مردم جلو در جلوتر از اون حد معمول برن جلو و همین دلیل بود که بعد از چند ساعتی ارتش وارد مسئله شد و تمام رابطه دهانی سینما رکس مملو از روغن بدن انسانهایی بود که در اون سینما جنسکاره شده بودن یعنی جنسکاره بگم که دقیقا یا تنه نداشتن یا دست پا نداشتن یا سر نداشتن یعنی به صورت زغال شده بود جنسکاره کامل که اگه دستشو میزدید متلاشه میشدن این سینما بر اساس گفته آقای تکبری زاده دقیقا اینا یه مواد آذری‌زاد یعنی مواد خفه کننده رو قبلا وارد سینما کرده بودن و بعد سینما رو با مواد آتش‌زاد زده بودن به دلیل که تمام اون حرکتی که مردم میتونستن در سینما انجام بدن یعنی بیان بیرون اون قدرت اجرایی و قدرتی که بتونن کاری کنه از مردم گرفته بودن به دلیلی که اولا سالن سینما سالن انتظار سالن داخل سینما درب صدایه بود سه درب در صدایه بود که با یک لگت باز میشد یعنی براحتی اون جمعیت این جمعیت 677 نفر براحتی میتونستن در بش کنن ولی قدرت اون حرکت از مردم گرفته بودن و بعد مردم رو به جزگاره تبدیل کردن بعد این بماند بعد این که جریان که من انتظاری از ارتشی وارد معامله شدن برای بردن جنازه ها وقتی که جنازه ها رو از سینما داشتن میوزا بیرون بر اساس آماری که در پتوهای ارتش بود من آمار گرفتم به بر آمار آقای اکبر بیلی فروش مطابقت کردم دیدم دقیقا 677 نفره یعنی برخلاف روزنامه کیهان اروز که نوشته بود 337 نفر دقیقا من نوشتم 677 نفر و همین 677 نفر تفاوت دو عدد 337 نفر باعث شد که سازمان اطلاعات امنیت سراج آبادان سراغ من بیاد و من
من ناچارن بر اساس اون چیزی که یاد داشت کرده بودم و بر اساس اون چیزی که بعد دیوار جفت سینما رکسا بودم جناب آقای بیبانی یک ساندویچ فروشی بود به نام فردوسی. من آمار اون تعداد که از بافتهای ارتش جنازه رو میوردن بیرون روی دیوار من یادداشت میکردم جمع کنش و شیفه رفتاد تا یعنی دقیقا با بلیط فروشی که آقای اکبر اونو بیان کرده به من دقیقا مطابقت میکرد و درست هم بود کم و کسی هم نبود. ببین آقا من به این دلیل انتخاب شد آقای بیبانی به دلیلی که هیچ نوع هماهنگی همیاری و کمکی در روند تدارک مردم ایران نداشت و روحانیون کاملا میفهمیدن که این آبادان از چه طریقی میتونن به اتصاب پالایش به آبادان کشیده بشه. چرا؟ چون پالایش به آبادان بزرگترین تصفیه خونه ایران بود از نظر تصفیه نفت روزانه 700 هزار بشکه نفت تصفیه میکرد و شخص مسئول میده اونا که متخصص صنعت نفت گاز در آبادان کار کردن و از دانشجوی نفت آبادان فارغ التحصیل شدن دقیقا میدونن که این پالایش یکی از بزرگترین پالایشگاه منطقه خاورمیانه بود و مجسمه پالایشگاه هم بود. این بود که به خاطری که بتونن پالایشگاه رو به اتصاب بکشونن و مردم موفق کنن در انقلابی که حالا یا ساخته پرداخت دنیای غرب بوده یا توطئه غرب بوده. ولی دقیقا من در اون روز در زندان یعنی احمدآباد از آقای بکداریزاده سوال کردم چه انگیزه باعث شد که آبادان انتخاب شد؟ گفت به خاطری که مردم لامذهب بودن، به خاطری که مردم بیشتر گرایش مذهبی نداشتن، تعصب مذهبی نداشتن، همه در جایی که زندگی خودشون بودن هیچ تفاوت هیچ اهمیتی نمیدادن به این انقلاب که در شهرهای مثل اصفهان و شیراز و تبریز و خرم و مشهد مردم راهپیمایی میکردن ولی مردم آبادان ساکت بودن. این بود. اگه شما سوالی دارید من در خدمت شما هستم. حتما حتما سوال دارم. عرضم شما که در این داستان سینما رکس روایت های مختلف دارد و به حال یه فاجعه ایست که بر تارک سینماگران ایران در آید. بله این بر سینماگران ایران است. اما چند تا سوال دارم. خود شخص آقای رضای پیرامون بعد از 35 سال از این واقعه گذشته، نزدیک به 35 سال از این ماجرا گذشته، فکر میکنی که اون روزی که این اتفاق افتاد خودت دچار چه هیجانی بودی؟ خودت واقعا باورت چی بود؟ من دقیقا بعد از 48 روز که از واقعه سینما را گذشت کارمند دادگستری شخصی که الان برادر شکی از هنرمندان صاحب نام ایرانه که متاسفانه نمیتونم بگم که امکان داره در قید حیات باشه به برایش اشکال ایجاد شد. این کارمند دادگستری اومد پیش من و من گفت من یه لیستی دارم از 7 نفر. این 7 نفر روی میز داستانی بود. داستان فرمند سینما رکس آبادان آقای صراف بود. آقای صراف قبلا بازپرس دادگستری آبادان بود که عنوان داستان در فرمانده سینما رکس او رو شریک کردن که خیلی سریع به فرمانده سینما رکس فاجعه سینما رکس آبادان برسه. ولی سندی که از دادگستری بیرون اومد این افراد در جریان دستور دهنده بودن با آقای تکبری‌زاده، آقای لورقبا کارمند شرکت هواپیمای ملی ایران و دو نفر دیگه که این دو نفر دیگه هم بعد از جریان آتش‌سوزی در جمشید آبادان ناپدید شدن، یعنی گفت اینا رو کشتن. ولی در مجموعاً این افراد که در رابطه با این مسئله بوده آقای داستان متوجه میشه که این دستور عمل دستور سینما رکس آبادان از اصفهان و قم صادر شده و این نیست اون موقع آخوندهایی بودن که در مسیر کار نبودن و معروف نبودن. یکیش آقای محمد سید محمد کیاوشه. آقای سید محمد کیاوش وزیر دبیرستان فرخی آبادان بود که بعد از انقلاب عنوان فرماندار آبادان شد و بعد شد مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان و دانی اخراج 3000 نفر از کارکنان شریف آموزش و پرورش خوزستان گردید که بعدها همین آقای سید محمد عربی نامش عوض کرد به نام سید محمد کیاوش شد. این سید محمد کیاوش بعدها که آقای رفسنجانی رئیس مجلس شورای ملی شورای جمهوری اسلامی شد، این آقای سید محمد کیاوش به عنوان نایب رئیس مجلس کنار آقای رفسنجانی سالها خدمت میکرد و بعدش آقای رشیدیان بود، محمد رشیدیان که بعدا به اثر سفارش جمهوری اسلامی به عنوان نماینده آبادان در مجلس شورای جمهوری اسلامی به عنوان نماینده آبادان انتخاب شد و بعد سید علی خامنه‌ای بود از قم. بعد آخوند تا
طائری بود که بعدا شد امام جمعه اصفهان، و بعد ناصر مکارم شیرازی بود که اینا آخوند بودن که بعدا در مصدر کار نبودن قبلن، ولی به مرور زمان اینا معروف شدن. این پنج نفر دقیقا در جریان دستور دهنده در منشأ روحانی در قوه اصفهان و آقای تکبری زاده و دوردبا و دو نفر دیگه دستور داده بودن که یک اتفاقی به یک سینما رو با آتیش بکشن. حالا اونا نمیدونم آیا میخواستن جمعی که بیشتری رو بکشن این اتفاق افتاد، یا این که واقعا اینا نیتی نداشتن فقط میخواستن مردم رو بترسونن، ولی در مجموعا این فاجعه منجر به کشته شدن 677 نفر مردم بیگناه آبادان شد برای راه اندازی موتور انقلاب که مردمان ایران در خیابان ها دیدن، ولی مردم آبادان در خانه خودشون بودن و هیچ اهمیتی نمیدادن چون ذات روحانی رو میشناختن بنا به تفکر و اندیشه و سوادی که داشتن. اینا هیچ میانی نداشته مذهب. چرا؟ چون در آبادان دلتون بخواد کلیمی بود، ارمنی بود، آسوری بود، زردشتی بود، تمام ادیان بودن، همه با سیستم آموزش و پرورش خودشون بچه‌هاشون رو پرورش میدادن، یعنی همه در کنار هم بودن، هیچ مشکلات فرهنگی نژادی قومی در آبادان نبود، همه در کنار هم بودن. چه که وقتی سوال نمی‌کرد که شما کلیمی هستین، مسلمان هستین، ارمنی هستین، آسوری هستین. این آدم، این مردمان این شهر با این طرز تفکر قربانی یه توطئه شدن که بعدش این پرونده سینما رکس وقتی که به جریان افتاد آقای فراق داستان آبادان وقتی که متوجه شد نمیتونه ادامه دهنده این پرونده بشه ناچارا استعفا داد. استعفای ایشون و متشر شدن این قیس در جمع مردم آبادان به خصوص خانواده که بیشتری کشتر بده، یعنی خانواده آقای فازش الان در شیرازه، این خانواده 6 نفر از خانوادهش در این سینما از دست داد. آقای مهداد کارمند شرکت نفت 11 نفر از خانواده خودش در این سینما از دست داد، به بسیاری 2-3 نفر 4 نفر 5 نفر خانواده رو از دست دادن. اینا وقتی که داستان به این مرحله رسید که نمیتونه ادامه دهنده این پرونده باشه استعفا داد. جمهوری اسلامی از اونجا شروع کرد به فرستادن یک داستان دیگه به نام آقای زرگر. آقای زرگر یک معلمی بود در جنوب تهران که اصلا درس حقوق یعنی تخصص در رشته حقوق نبود، ولی بنابرای که مذهبی بود ساله در رکاب جمهوری ساله در اقتصاد روحانی بود، یعنی ایشون رو برمان داستان پرونده همراه با آقای موسوی تبریزی یه آخانی بود که بعدش نمازه مجلس ایشون فرستادن در آبادان برای رسیدگی پرونده. بعد تعدادی که واقعا اعدام شدن، یعنی وقتی که شما نگاه میکنید به این لیست اعدامیا از افسران شریک شهربانی، شما واقعا نگاه کنید که میبینی آقای مثلا سرنگ سیاوش امینی آل آقا، سوفندگو منوچه بهمنی دکتر کشور و تنها فرزند خانواده، آقای سرهنگ سرجدا مشتهدی، مثلا اینا رمضان دیقانی کارگر شرکت نفت و مدیر سینما، آقای علی نادری صاحب سینما و دهها افسر شهربانی که اصلا مرتکب گناهی نبودن و سواد در این جریان دست نداشت که بعدا این لیست منتشر شد و مردم آبادان جدارت گستردهای کردن که جمهوری اسلامی ناچار میشه آقای معادی خارا که اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به آبادان بفرسته برای آرامش مردم که اونجا درگیری بزرگی شد در کنار اداره دارایی آبادان، اداره آبادان کنار شهربانی بود. دقیقا این برنامه برای آبادان پیاده شد جناب آقای بیوانی، و این برنامه چرا نهایتا وقتی که این جریان اتفاق افتاد به این فاجعه در آبادان رخ داد، مردم با تمام نفرت به سوار یا حکومت پادشاهی تصور میکردن که حکومت پادشاهی یا سوار موسیقی به یه عمل شده، ولی بعد از 48 روز بین 48 و 52 روز وقتی که لیست منتشره از دادگستری آبادان به سرقت میره اسم این افراد در لیست به عنوان دستور دهندگان قتل عام مردم آبادان منتشر میشه، مردم یکباره از این رو به اون رو میشن و بلافاصله متوجه میشن که دست روحانیون در این جنایت دست داره. ناصر مکارم شیرازی، آیت الله طاهری، سید محمد کیاوش، آقای محمد رشیدیان و دقیقا و
و مکارم اینا در این جریان جنایت داشته شد. من در اون روز بعد از 45 روز این نام من منتشر کردم، با اینکه قرار بر من قرار بود اتفاقاتی بیفته ولی به خیر گذشت. در رابطه با این مسئله جناب بانی آبادان قربانی یک توطئه‌ای شد در اون روز که واقعا شهری که آبادان که شهری که شاد بود، شهری که لبخند از مردمش دور نبود، به عنوان یک ماتم شده بزرگی تبدیل شد و اون مردم دیگه متوجه شدن. و یکی از علتی که مردم آبادان الانش هم هیچ نوع گرایشی به مذهب اسلام و ادیان دیگه ندارن، دلیلش این بود که از اول این پایه و اساس در آبادان ریخته شده بود، نه اینکه به خاطر جمهوری اسلامی آبادان جمهوری اسلامی بود. من در خدمت هستم. ازم بزرگیت که اشاره میکنی که شما به اون شب تصادفاً در مورد سینا بود. یکی از موضوعاتی که در حقیقت تو این داکیومنتی که آقای پرویز صیاد درست کرده به عنوان سینما رکس، فاجعه سینما رکس، و بر اساس گفته ها و شنیده ها از کسانی که در صحنه بودند و اینها، یه جور اشاره میکنه به اینکه این درو در اونا که میگفتن درو از پشت زنجیر کرده بودن، زنجیری در کار نبود. درا برعکس این که به سمت بیرون باز بشه به سمت درون باز میشه و این مردمی که پشت در اومده بودن نمیتونستن که درو باز کنن، چون که حجمه بوده، پشت در جمعیت بوده، درو بعد به سمت خودشون میکشیدن، این امکان براشون نبوده. میخواستم اینم که شما اینو چجوری تعریف میکنید؟ سه درد ورودی بود که مردم برای سه درد لایه بود، سه لایه بود، یعنی در محکمی نبود و دقیقا هم از داخل باز می شد هم از بیرون باز می شد، به دلیل که مردم به ستفیل وارد سالون می شدن یا از سالون خارج می شدن و کسی نبود که درد پشت دربایی بیسته و در برای مردم باز کنه. مردم از دو طرف می تونستن درد باز کنن. این باید فقط آقای تیرامون ببخشید. ببین شما وقتی جلوی در قرار میگیری یا درو میکشی به سمت خودت یا هول میدی به سمت بیرون جلوی در، غالبا توی محلهای تجاری درو به سمت بیرون هول میدن، به سمت بیرون باز میشه، هول میدی. ولی بعضا در مثلا منازل اینا ممکنه که درو به سمت تو بکشی. اینه که این نکته مهمیه که آیا این درا باید هل میدادی یا باید میکشیدیشون، باید پوش میکردی یا باید پول میکردی؟ یادت میاد؟ باید هل میداد. از کنم خدمتون در وقتون داخلی در این سینما شاید بگم 500 مثلا در تمام یه عمرم وارد این سینما شدم و کاملا به ساخت باخت این سینما آشنایی دارم. داره باید هل میدادی که از بیرون باید میکشیدیش، که از داخل باید هلش میدادی، یعنی داری نبود. چون بعضی از تماشاچیان مثل فیلم دیده بودن، مثل دیگه شو میخواستن ببینن که وارد میشدن یا اگر دیده بودن باید خارج میشدن. پس کارگری اونجا یه غلام بود، یه غلامی بود به نام کارگر سینما بود، چون درد سینما مینشست، کاری به باز کردن یا بستن در نداشت. در از باید هلش میدادی، از بیرون باید میکشیدش کنار که در باز میشد. در ضمن درد در آهنی آنچنان قدرتمندی نبود که بشه با پنج نفری در بش کنی بیه بیرون. گفتم اول قدرت اجرایی و قدرت حرکت از مردم گرفته بودن و بعد مردم شما اگه وارد سینما میشدید در اون سه روز بعدش و چهار روز بعدش، شما باورتون نمیشد که این سینما آخه چطوری سوخته، که حتی میلای سینما، میلای آهنی صندلی سینما خنگ شده. یعنی شما اون جنازه ها رو که وقتی که از سینما میوردن بیرون در حالتهای مختلف بود، یعنی شما نگاه میکردی میدیدی مثلا یک اسکلتی جیب خالی شدن ولی تو تو دستش آویزونه، این نشون میده که این بچه داشته شیر میداده، یعنی بچه به اون کوچکی در اثر یه آتش جیب خاله پود شده. یعنی هر کس از این کماشاچه در یک حالتی بودن، یک حالت فریاد بوده، همونطوری جزخاله شده بود، یعنی نمیتونست دیگه تنفس بکشه، راه تنفس مقطوع شده بود، یکی به خاطر سیستم ساختمانی خود سینما بود، یکی به خاطر اون جریان آتشزاد و موادی که اینها رو بی‌حس کرده بود. و این خود آتشفشانی شرکت لفت به این مسئله تاکید کرد که اصلا این سینما بنا به ساخت ساختمانیش و بنا به اون مواد سازی به کار برده بود باعث شد که 677 نفر جزخاله بشه و حتی یک نفر هم نتونه از اون سینما در بیاد. همین دیگه، یعنی میگه که به خاطر به کار بردن یونولیت و این چوپنبای یونولیتی
اینا به صورت آتیش میگیرن و گاز سمی تولید میکنن دیگه، و دیوار این به خاطر اینکه میخواسته صدا رو درست کنه از این سیستم استفاده کرده بوده، به صورت آتیش گرفته دود کرده بوده، مردم در حین سوختن خفه شده بودن در حقیقت. و یکی از مشکلات این بوده که اساسا بنیاد این ساختمونه غیر ایمنی بوده و مشکلش. باز من میگردم به سوال اولم، من همون سر اون سوال وایسادم، میگم که چطوری بود، یعنی چه جوی حاکم بود؟ یعنی مثلا شما به عنوان خبرنگار روز اول که خبر رو مخابره کردی، گناه به گردن کی انداختی؟ اول بار که خبر منتشر کردی، من هیچ تا زمانی که لیست منتشر نشده بود جناب بهبانی، تا زمانی که لیست منتشر از دادگستری آبادان به سرکت نرفته بود، در دست مردم منتشر نشده بود و خانواده شهدای سینمایی که آبادان این تعویل گرفته بودن، هر کس هر فکری میتونست بکنه، میتونست اونو برگردونه به خانواده، میتونست به حکومت پادشاهی برگردونه، میتونست به سوا برگردونه. ببین سوا کارکنان سازمان سوا امنیتی که امنیت در آبادان، دقیقاً همه بیشترشون از بچهای تحصیل کرده آبادان بودن، یعنی به جو موقعیت شهری و مردم و افکار و اندیشه مردم آبادان آشنا بودن. حتی زمانی که شما زمانی که لیست این روحانیون این افراد از طریق سواد، یعنی از طریق تیمسار خاوری رئیس سواد آبادان به دست آقای محمد رضا عاملی تهرانی و رئیس آمیداری که وزیر ارتباط جایگرد ایران شده بود در سربازنگاه تاریخ در مشاره تحصاد، دقیقاً این لیست به دست آقای محمد رضا عاملی تهرانی رسید. یعنی آقای محمد رضا عاملی تهرانی وزیر اطلاعات جهانگردی این لیست در اختیار پادشاه ایران قرار داد که دستور بازداشت اینا رو صادر کنه. ولی ما نفهمیدیم که چرا این دستور صادر نشد، و بعد خود آقای محمد رضا عاملی تهرانی به قوت داشتن و آقا بودن از لیست روحانیون در همین انقلاب تیرباران شد. یعنی یه آدم بیگناهی که اصلا مرتکب این دزدی و غارت و نمیدونم این بیسود ظلم و ستم داره مجده شده بود، ولی در سربازنگاه تاریخ این مسئولیت خطیر رو برده گرفت، ایشون قربانی لیست روحانی شد که بچه تیربارانش کنه به خاطری که برای همیشه صدای مرد خاموش کنن. و بعد جو آبادان تغییر کرد با این فاجعه، درسته؟ بله. و جو آبادان تغییر کرد با این ماجرا، ولی بعد شما اشاره میکنی میگی که بعد از چندین روز 40-50 روز مردم متوجه شدن، ولی ما هیچ عکس العملی تو این زمینه ندیدیم، چطور اینو چجوری توجیه میکنی؟ از کنم خدمت بود که بعد 48 روز بینی 48 روز تا 52 روز بالاشگاه آبادان بعد از این جریان به اعتصاب کشیده شد، به اعتصاب کشیده شد، حکومت نظامی هم برقرار شد. دقیقا چون بالاشگاه آبادان مملو از گروه های مختلف سیاسی بود، یعنی از شب گرفته تا بقیه مهدیگرا هرچی تمام گروه هایی، چرا؟ چون شهر صنعتی به شهر کارگری به شهر دفتگاه بود، و دقیقا گروه های سیاسی در این شهر بسیار بودن که سال از حزب توده، یعنی ما مثلا یکی شخص مثل آقای محقق زاده، بابا خانم محقق زاده که باعث اعتصاب پالاشگاه آبادان شد، یکی از توده‌های قدیمی شهر آبادان بود که همه میشناختنش، قهرمان سنگ‌نبرد بوکس ایران هم بود. دقیقا گروه های سیاسی در رابطه با اعتصاب پالاشگاه آبادان و همکاری بعضی از سنسورهای تندرو دقیقا این پالاشگاه به اعتصاب کشیده شد. وقتی به اعتصاب کشیده شد، دقیقا نفت صادر نشد، نه به مخزنهای پالاشگاه دیگه نرسید، و دقیقا ارتش کارش راکت موند جناب بهبانی. این منظور تمام این فاجعه ای بود که پالاشگاه آبادان رو به اعتصاب کشونن، که پالاشگاه آبادان مشغول به کار نشه، روزانه 700 هزار بشکه نفت دست میکنه بده به پالاشگاه دیگه که بتونه نیروهای ارتش در اون زمان ازش استفاده کنن برای سرکوب مردم. این اعتصاب دقیقا با یک برنامه ریزی، یعنی آتش‌سوزی با یک پلتفرم بسیار حساب شده بود، و اعتصاب پالاشگاه آبادان بازم با یک پلتفرم بسیار حساب شده بود، و دقیقا به اون نتیجه که باید میرسیدن برای یک اعتصاب همگانی نفت در جنوب ایران موفق شدن این نفت بسته بشه و کل سراسر صنعت نفت به اعتصاب کشیده بشه. و این پرونده همچنان باز است در بین مردم ایران، ماجرای سینما رکس آبادان. بعد از این آقای پیرامون، بعد از این اتفاق، مسئله جنگ موضوع دیگری بود که در آبادان اتفاق افتاد و مقاومتی که مردم آبادان کردن. شما در اون ایام کجا بودی؟ من در اون ایام
من در بپ من یه روز از سال 4 بودم، من 3 سال این 4 تا در خود دیاریم جنگ بودم، در آبادان بودم، من در اونجا بودم. از کنم خدمت خیلتر خیلت و انگیزه گردیجن در رابطه با این جنگ ایشو گفت که خمینی عامل تحریک صدام حسین شد که صدام حسین ناچار شد به خاک ایران حمله کنیم. و دقیقا در اون زمانی که این پالایشگاه اعتصاب کرده بود و بعد از این جریان انقلاب که به پیروزی رسید، بعد از دو سه ماه کارکنان صنعت نفت متوجه شدن که در صدارت یک اعتصاب همگانی بودن در جنوب، که این اعتصاب رو که منجر می شدن اگر موفق می شدن امروز نامی از جمهوری اسلامی در خاک ایران وجود داشت. ولی دقیقا در سربزنگاه صدام حسین به کمک خمینی شکافت در اصل در این واندگاری شدن این انقلاب. این هشت سال جنگ باعث شد که جمهوری اسلامی با تمام قدرت برای سرکوب تمام نیروهای ملیگرا چپ راست میانه همه اقدام کنه و اون کشتار عظیمی رو به وجود بیاره. دقیقا همه این مشکلات، همه این جنگ هشت ساله نتیجهش این شد که قدرت جمهوری اسلامی دو برابر شد و کاملا حاکم شد و تمام خاک ایران و مردم و تمام نیروهای سیاسی. یه بیننده زنگ زده سوال داره، بفهمید شما خودتون رو معرفی کنید. الو بفهمید خودتون رو معرفی کنید. من اسمم حمیده و دوست داشتم اگه امکان داره این آقا با توجه به اینی که تو منطقه آبادان و اینا بودن راجع به این جریان خلق عرب و اینا بود که بعد از انقلاب چی شد درست شد. آره. با توجه به اینی که من دلیلش اینی که میگوستم اینه، با توجه این که آقای حشمت رئیسی یه بار توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه، میگه ما اونجا که بودیم تو نشمن رسیم که من یکی از اون کسایی بودم که توی تشکیلات به اصطلاح چیز داشتم، سهم داشتم. میگه علنن اطلاعاتی که از طرف عراق وارد میشد و به اونا داده میشد علنن مشخص بود و این باعث چند دفعگی توی این جریان شد و تمام خواسته های اونا رو تحت شعاع قرار داد. من میخواستم اینم این آقا چه اطلاعی توی زمینه داره. خیلی ممنونم. و در رابطه با آقای مدنی هم اگه میشه توجه به اون اقداماتی که آقای مدنی بعدش کرد. خیلی ممنونم. نه آقای پیرامون بفهم اصلا خدمت بگیر جناب مهبانی در رابطه با خلق عرب آیت الله شوبر خاقانی بود در خرمشهر. آیت الله شوبر خاقانی نزدیک 20 سال در نجف بود و ایشون دامادی داشت به نام سید کاظم. سید کاظم از اونجا که یک مرامی داشت غیر از مرام مذهبی دقیقا در خدمت آقای آیت الله شوبر خاقانی بود. در رابطه با خلق عرب دقیقا تعدادی اسلحه و مهماتی که از طریق لنجها و قایقهای سواری لای خرماها وارد خرمشهر میشدن که میخواستن، یعنی در روزه خلق عرب یا به طور کلی در رابطه با تجزیه خوزستان اقداماتی انجام بدن که سردسته اینها خانواده مکی فیصلی بود. مکی فیصلی پیمانکار سازمان برانده و کشتیرانی خرمشهر بود. مکی فیصلی یکی از سرمایه‌دارهایی بود که دقیقا در رابطه با واردات اصلیه به خوزستان و تجزیه خوزستان نقش عمده‌ای داشت که بعد در اون زمان سید احمد مدنی استاندار خوزستان که فرمانده نیروی دریایی هم بود دقیقا آقای مدنی موفق شد اون خلق عرب متلاشی کنه. به دلیلی که زمانی که من دو تا سه تا باش مصاحبه داشته با کیسه مدنی در استانداری خوزستان احواز دقیقا آیت به شبر خاقانی در رکاب تجزیه طلبا بود. ولی با کمک که به کمک شیخ سید کاظم یعنی داماد ایشون و دقیقا زمانی که من با آیت الله شوبر خاقانی یه گفتگو کردم در رابطه با هفت ماده که آقای بازرگان آیا قبول کرد یا قبول کرد در رابطه با خلق عرب، ایشون گفت که نه آقای بازرگان باید یه قانون من و با هفت ماده داریم هفت تا قانون داریم و این قانون باید آقای بازرگان و کابینه ایشون باید قبول کنه. حالا قانونشی بود به من نگفت، ولی من در اون مسجد شاهد تعدادی اسلحه شدم که روش پوشونده بودن که من دقیقا همین گزارش در یک مصاحبه به تیمتر مدنی اعلام کردم بابا احتمال شورش در خرمشهر هست
از این جهت بود. زمانی که خلق عرب بلند شد که داری چند هزار نفر به نام چهارشنبه سیاه معروف شده بود و تعدادی بسیاری کشته داد و اکثری هم روپوش داشتن رو صورتشون، یعنی صورتشون رو پوشونده بودن ولی اسلحه در اختیار داشتن. از اونجا بود که تیمسار مدنی در فرمانداری خرمشهر، در پلیکه فرمانداری خرمشهر، در سرهنگ اصاف خوشتاب فرمانده نیروی دریایی خرمشهر در اونجا بودن، هر گفتن اگر به ناموس مردم، به حریم مردم، به تمام انبار دولتی و غیر دولتی درموشه منجر به مرد بشه شما تیراندازی کنید. اونجا بود که فرمان آتش تیمسار مدنی صادر شد، چون من خودم شاهد بودم. فرماندار خرمشهر در اون زمان دکتر آصفی بود، تیمسار مدنی ایستاده بود، سرهنگ اصحاب خوشتاب که الان در لندن فرشو فرمانده نیروی دریایی خرمشهر بود، تعدادی از کماندوهای کلاهبردار نیروی دریایی بودن که وارد شده و در حدود چند روز در خرمشهر هیچ کس از خونه بیرون نمیآمد به نام چهارشنبه سیاه بود. تا اون چهارشنبه سیاه باعث شد که تعدادی از کسانی که در تجزیه طلبی همکار و همجار فلسطینی‌ها شده بودن دقیقا به قتل‌عام بشن، همشون کشته شده، یعنی اکثرشون کشته شده بودن. چون افرادی که تیمسار مدنی در اون روزا منتشر کرد دقیقا همه نام عربی داشتن و غیر ایرانی بودن که وارد خرمشهر شده بودن و جزء در دسته آقای مکی فکسری بودن، پیمانکار سازمان درنده و چشتیاری خرمشهر. بله ممنونم از شما. باز دارم میخواد برگردم به ماجرای این فاجعه و بعد اینکه چطوری شد که اون افسرا وارد قضیه، یعنی چطوری شد که دادگاه اون افسرا رو متهم کرد، اونا چه گناهی داشتن در حقیقت؟ آقای بیگانه، اصلا خدمتتون که اولا در زمانی که سینما رسا آبادان آتش گرفت تیمسار رسمی در آبادان نبود، تیمسار رسمی در قم بود، یک سرهنگ بود با پست با یک درجه بالاتر به عنوان رئیس شهربانی آبادان انتخاب شده بود. ولی در روز فاجعه، یعنی در ساعت فاجعه، رئیس شهربانی در آبادان نبود. تعدادی از افسرا به عدتی که در سینما کوتاهی کرده بودند یا در امنیت سینما کوتاهی کرده بودند یا به اتهامات مختلفی که اینا رو گفته بودند که شما در روز حادثه در پستای خودتون نبودین، شهربانی خالی از مامورین بود، در جای اینا به این اتهام اعدام شدن، در طوری که تک تک اینا اصلا هیچ نوع جنایتی، هیچ نوع مرتکب جنایتی یا کوتاهی در وظیفه که اونا معوض کرده بودن در شهربانی نکرده بودن. و اینا بیگناه اعدام شدن. اونا دستپال تبریزی بود به خاطر که میخواست پرونده را ریسرات کنه، یعنی یک بار دیگه تموم کنه و این آشوب بتونه بخوابونه. این بود که دادگاه سینما رکس در سینما تاج آبادان برگزار شد و تعدادی قربانی گرفت. ببین در روزی که همه این تعدادی از افسران صاحب سینما، مدیر سینما و اینا محکوم شدن به، یعنی در ساعت 6 صبح وقتی که اینا در دادگاه محکوم شدن به اینا نگفتن که شما تیرباران میشین یا اعدام، اینا را 6 صبح با دو تا اتوبوس تعداد از افسران شهربانی با به اضافه پرسنل سینما رکس در مدیرش و صاحبش اینا را سوار اتوبوس کردن بردن در قبرستان خسرو‌آباد آبادان که یه مقدار خیلی فاصله داره خارج از آبادان، بود به قبرستان آبادان. در اینجا تکبری زاده بود، یعنی قاتل 677 فرد در اونجا بود. من شاهد یک حرکتی بودم که اون حرکت به من ثابت کرد که تکبری زاده مورهی بود برای در انجام رسوندن خاص روحانی منشبه روحانی رو اصفهان و قم. من در اونجا شاهد بودم چون 6 صبح یه تعدادی از مامورین شهربانی سوار اتوبوس کردن بردن در قبرستان داستان تبریزی و داستان پرونده، همه در اونجا بودن. دقیقا آقای تبریزی که افرادی که من نام میبرم برم سمت چپ و افرادی که من نام نمیبرم برم سمت راست، اونا که میرفتن سمت چپ تیربارا بودن و اونا که سمت راست بودن آزاد بودن، یعنی نتکی نبود داد در اتهام اینا یا همکاری با سواز همکاری با مدار آزادسوزی سینما رو. دقیقا آقای تشبری زاده زمانی که قرار بود تیربارا بشه روبروی آرامگاه پروفسور جوادی، پروفسور جوادی آرامگاه بزرگی اونجا داره که بنیانگذار بیمارستان آریان آبادان بود که در یک تصادف کشته شد، دقیقا تشبری زاده اونجا آخری خواستشه داستانی گفت چیه؟ اون من یه تعدادی مواد میخوام.
که موادم آماده بود چون خودش معتاد بود اصلا خودشوی مقدار معتاد بود ما همی گذیره کارش کرد بعد موقع که مادرش صورت جلسه جیربارو میشنید مادره با دیافتادن تبریسی حمله کرد گفت شما به ما قول دادیم که پسرم جیربارو میشه که بعد پاسداره که از تهران با موسوی اومده بود از موسوی تبریسی با قنداق اتفاق زدن تو دست این پیرزن دست این پیرزنه کنار لولهای آب تبریسی شکندن و اونجا بود که اولین اکبار که وقتی من دیدم اینا دارن اعدام میشن تیر بارم شد و خواهد که دلم نمیکرد و نمیتونستم ببینم اون صحنه را و اصلا شدم از درد ورودی قبرستون بیام بیرون و تیر باران شروع شد و تعدادی از افسران باشریف شربانی آبادان بیگورا تیر باران شدن تعدادی هم بیگورا بودن که اونها آزاد شدن که الان یکی شدن که در تهران هنوز در سه دریافت که رئیس اصفهانی شربانی آبادان بود به نام سرای خلیفه است. آقای پیرامون بسیار ممنونم از حضور در برنامه، سپاسگزارم، امیدوارم که در فرصت‌های دیگر بتونیم باز هم از دانش شما استفاده کنیم. ممنونم از شما. آره بسیار سپاسگزارم از اینکه فرصت به من دادید. خوب باشید. سپاسگزارم از بینندگان شما که پای این صحبت‌ها نشستن و مقدار آگاه شدن نسبت به انگیزه به فاجعه سینما رکس به درسته با مردم آبادان چرا مردم آبادان قربانی این توطئه موتور انقلاب شدن برای به قدر رسیدن روحانی در مسیر کار. بسیار سپاسگزارم جناب والی. متشکرم. خب گفتگویی بود با آقای رضایی پیرامون، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشه. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان خواهیم بود. متشکرم.